در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجزه پیغمبر است. این کلام الله امانت از رسول ازهر است، هیچ کافر با امانت این خیانت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امیدوارم که خداوند به ما و شما توفیق بده که در برنامه طولانی رو که به امید خداوند خواهیم داشت، اوقاتی مفید، سخنانی مفید بگوییم و بشنویم. و از خداوند میخوام که به این گفته ها و به این کوشش ها برکت بده تا سبب بیداری مردم و نجاتشان از تزویرها و مکرهایی که دین پناهان مزور به جای دین نهاده اند نجات پیدا کنند، تا هم مردم و هم دین و هم کشور از شر این مزوران تاریخی، از شر این شیاطین انسی که بر کشور مسلط شده و دمار از روزگار مردم و کشور در آورده اند نجات پیدا کنند. و از خداوند میخوام که ما را از شر مزدورانشان که به انحاء مختلف با نیرنگ های مختلف به شکل های گوناگون در صدد خاموش کردن این شعله هایی هستند که اینجا و آنجا روشن میشه به وسیله و همت ایرانیانی که دردشان، رنجشان، همشان، غمشان کشور خودشونه، مردم خودشونه، ملت خودشونه. خداوند همه ما و اینها را از شر این مزوران اخلالگر، اخلالگرانی که در لباسهای گوناگون ظاهر می شوند تا هم به شیطان خدمت کنند و هم به رژیم شیطانی، خداوند اونها را بر مردم بشناساند و شر آنها را از سر ما و از سر ملت ما و از سر کوشش های ما بردارد. و با تشکر از مردمی که احساس مسئولیت می کنند و در جهاد مالی خود سبب ادامه این برنامه شده اند، و با دعا به اونهایی که هنوز به این قافله روشنگر نپیوستند تا بدانند که امروزه ممکنه یک برنامه
یک برنامه مفید کار هزار مسجد رو انجام بده. تلفن های متعددی بنده دارم از ایران و خارج از ایران، از داخل و خارج کشور، که شکر خدا که مردم آنچه را که در به خیرشان هست، به صلاحشان هست، دنبالگیری میکنن، بهش اهمیت میدن. ولی مشکل اینجاست که این اکثریت خاموش، ما باید نبض و روح اکثریت خاموش را که نمیتوانند به دلایل گوناگون روی خطها بیان درک بکنیم، بلکه شناخت واقع، شناخت واقعیت کشور خودش احترام به مردم و آرای مردمه. و این مسئله رو رژیم دریافته، قسمت اولش رو رژیم دریافته، ولذا این همه اخلالگری از نمیخوام کلمات بدی به کار برده بشه، از عناصرش، از عناصر زن و مردش در این برنامه ها به شکل های متعدد میشه. روحی افراد رو میخونن، سطح فکرش رو میخونن، طرز تفکرش و نوع عقلش رو میخونن و بعد به روش های گوناگون روش تأثیر میگذارن. و خداوند اینجاست که انسان باید همیشه دعا کنه که خداوند انسان رو ثابت قدم نگه داره. اللهم ثبتنا للقول ثابت. تعمل اسلامی که از دعاش این بوده که خدایا ما را بر قول ثابت، بر حق، بر حقیقت ثابت قدم نگه دار. و نه رژیم، بلکه همه دستگاه امنیتی جهان این روش کارشونه. چطوری؟ در وسایل ارتباط جمعی، از پالتاک گرفته، قبل از پالتاک از هیرمی، الان از تلویزیون ها، که چطوری رو مردم یا تأثیر بگذارن یا اون چرا که به نفعشون نیست اخلالگری بکنن. یعنی انسان باید مواظب خودش هم باشه، خودش به خودش نسپاره که چطور اینها میان به شکل و اشکال متعدد برای که بر خودتون تأثیر بگذارن، بر روحیت، بر گفتهات. یک گروه با فوش دادن، یک گروه با بابا چه چه گفتن، ولی شما میفهمید، انسان زیرک فوری میفهمه. انسان تا شما با طرفت حرف بزنی، صادق و از غیر صادق در دو کلمهش میفهمید، اگرچه گاهی از دست آدم در میده. ولی مهم اینه که انسان همیشه باید مراقب خودش هم باشه. و از اینجاست که من دعا میکنم که خداوند به تلویزیون رنگارنگ و به این برنامه و برنامه های متعدد توفیق بده که اینها گامی باشه بزرگ برای بیداری ملت. و من فکر میکنم که اگر انسان مقایسه کنه از یک سال قبل تا الانو، حتی در داخل کشور، این تأثیرات در میان مردم ملموسه. اگرچه امکانات کمه، و اینجاست که مسئولیت
دینی و ملی مالدارانی که اصحاب ثروتی که شکی نیست روز قیامت انسان از مالش، از جانش، از صحتش، از وقتش، از همه اینا سوال خواهد شد. و مالت اونه که صرفش کردی، نه اونه که میمونه. اونه که میمونه مال تو نیست، اون رفت بر کسان دیگه. ولی در چه راهی صرفش کنی این مهمه. ولی از یکی از سوالهای شدیدی که بعد بر هر فردی میشه و همین خودش سببه اینه که فقرا 500 سال قبل از ثروتمندان وارد بهشت میشن. برای که هر که را بامش بیش، برفش بیشتر، این مالو از کجا به دست آوردید و به کجا مصرف کردید؟ ان الله يسأل عن جلسة ساعة، خداوند از یک ساعت در روز قیامت، یک ساعتی که شما چطور نشستید، با کی نشستید، چه گفتید، به سوال میشه. مالت را همچنین، وقتت را همچنین، صحتت را همچنین، تندرستیت را همچنین، دانشت را همچنین، علمت را همچنین، کارهایت را همچنین، که این امانت چند روزی پیش ماست، در حقیقت مالک اصلی خداست. اینا همش به ما داده شده، بعدم گرفته میشه. باور نمی کنید؟ ببین، اگه باور نمی کنید، ببین که دوستان الان لطف کنید زنگ نزنید، ببینید که دیگران کجا رفتن. باور نمی کنید؟ این جسم مال خودمونه، پس چرا رفت؟ اگه مال خود آدم نباید بره؟ چشم، گوش، دست کجا هن اینا؟ پیشنیان کجا؟ هر که آمد امارتی نو ساخت، وان برفت و به دیگری پرداخت، وان دیگر پخت همچنان حواسی، در این امارت سر نبرده کسی. خب دوستان، اجازه بدید من برم سراغ اولین قسمت برنامه هم، که اونم تلاوتی از آیات قرآن کریمه، بعد از اون ترجمهش، بعد از اون برنامه اصلیمون شروع میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق،
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم